در مصاحبه هایی که کردم چه با کسانی که از خارج آمدند، حتی در نجف و در پاریس، و چه در حرف هایی که خودم زدم این کلمه را گفتم که روحانیون شغلشون یک شغل بالاتر از این مسائل اجرایی است. و اگر چنانچه اسلام پیروز بشد، روحانیون میرن سراغ شغلهای خودشون. لکن وقتی که ما آمدیم و وارد در معرکه شدیم، دیدیم که اگر روحانیون را بگیم همه برید سراغ مسجدتون، این کشور به حلقوم امریکا یا شوروی میرد. مسئله یه چیزی نیست که آقایون به ما بگن شما اون روز اونجوری گفتید. راسته، ما اون روز خیال میکردیم که در این قشرهای تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به اونجوری که خدا میخواد ببرند. بعضیشون هم خوب بودند، لکن رأیشون با رأی ما مخالف بود. همینه مسئله، رأی. رأیشون با رأی رهبر مخالف بود. خب سیاست مداری که این حرف رو بزنه و باز بگه جمهوری حق باز تمام عیار. جمهوری معنی مشخص داره که عرض کردم. بعدا خاتمی آمد مردم سالاری دینی رو انداخت تو دهنا، که بعدا حتی این ولی فقیه ثانی علی خامنه ای هم این اصطلاح فریب کارانه رو مکرر تو سخنرانیهاش گفت و میگه دیگه. در ایران انقلاب 57 به پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی پایان داد، اما آیا نظام جمهوری رو جایگزین نظام سلطنتی کرد؟ خمینی در جواب خبرنگارای خارجی که در فرانسه ازش میپرسیدن جمهوری اسلامی که شما میگید یعنی چه، میگفت یعنی مثل کشور شما. چرا اینو میگفت؟ فارغ از اینکه بنیان حرفاش بر فریب مردم، فریب رسانه ها، فریب حتی دوروبریاش بود، ساختار حکومت در فرانسه چند تا دلیل داره که برای ایرانی ها همیشه جذابیت داشته، از جمله این سکولار بودن، سابقه بیش از 300 سال عرفی بودن و جدایی دین از دولت که حاصل عمر مبارزات مردم این کشور علیه سلطه کلیسا و علیه اختناق فکری، عصر روشنگری و دوران طلایی فکر و فرهنگ در فرانسه بوده. خب دو، شعار اصلی فرانسه آزادی، برابری، برادری که پایه و معیار حکومت قانون در فرانسه بهش میگن. حالا اینکه حکمرانان فرانسه به این شعار چقدر واقعا اهمیت میدن و پابندن عملا خودتون میدونین، منم میدونم، بماند. حالا بحثمون درباره ایران. باری این ارزش ها مخصوصا برای نخبگان و به اصطلاح الیت ایرانی همیشه جذاب بوده در تمام 100 سال گذشته. به همین دلیل شاید که خمینی در اولین فریبکاری هاش در نفل و شتوی پاریس سال 57 در واقع الگوی حکومتیه، خودشو جمهوری فرانسه اعلام میکنه. جمهوری یعنی حکومت مردم سالار، نه آخوند سالار، نه خدا سالار، نه دین سالار. حکومت مردم سالار که با ابزارهایی که به واسطه قانون ایجاد میکنه دموکراسی از پایین رو محقق میکنه. در واقع دموکراسی که امروز دست کم از اینجا شروع میشه، لازمش پذیرش کامل اعلامیه جهانی حقوق بشره که فقط آزادی بیان و اجتماع و غیره نیست، برابری همه در مقابل فرصتهای زندگی است. یعنی نوعی دموکراسی اقتصادی و اجتماعی. خب این قانون جمهوری رو خمینی از اول میزنه کنار، میگه قانون قانون خداست. یعنی از اول اینو دیگه نمیتونیم بگیم زد زیرش، از اول گفت اینو، مردم و جمهور مردم رو در مقابله با خدا میبینه. کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بود است که آلین از این میترسن؟ دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانونه. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حضیف کرده، یک ظلم بکنه، یک سیلی به اسلامی بزنه، ظلمن اسلام را حضیف کرده، این قابلیت از برای حکومت نداره.
دیکتاتوری حکومت قانون است، قانون خدا. میگه اگه کسی خلاف کنه، اگه شخص اول مملکت ما یک خلاف کند، اسلام او رو حذف میکنه، نمیگه قانون او رو حذف میکنه. میگه قانون ها، ولی میگه قانون خدا، یعنی حکم قرآن با تفسیر فقها که اولیش من باشم خمینی و بعدش خامنه ای میشه. بعد همونجا اسلامو در مقابل انسان میگذاره، میگه در صدر اسلام، تو همون صحبتاش میگه در صدر اسلام سرزمین های دیگر رو فتح میکردند مسلمان ها تا همه رو آدم کنن. حالا هم ما میخوایم همین کارو بکنیم. اسلام اون اسلام نیست که در نیم قرن فتح کرد تمام این ممالک را برای اینکه آدمش میکند، نه فتح اسلام مثل فتح سلطنت های سلطان های دیگر فتح نادرستا هست. خیلی اون طرز حکومت اسلام طرز حکومت آدم سازی است. حکومت آدم ساز می شود حکومت آدم خار، هیچ ربطی به مفهوم قانون برای همه بدون استثناء و قانون گذاری و قوای سگانه مجری مقنن قضاییه که هیچ دخل و تصرفی نسبت به هم دیگه نداشته باشن، اینا هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره. قانون خدا و حکم قرآن که دیگه پارلمان و قانونگذار نمیخواد، جمهوری وجود نداره که رئیس جمهور بخواد. حکومت یه امام میخواد، یه حاکم شهر، بقیه پادههای حکومت هم برای اجرای حکم امام. چیزی که تو افغانستان طالبان همین الان داریم میبینیم. طالبان راستشو میگن، پنهان نمیکنن که همینن، ولی فقهای حاکم بر ایران دروغ میگن همینن، اما از اول گفتند که ما این نیستیم. خمینی زود این تناقض رو دید و تکلیفش روشن کرد، تناقض حکومت دین با رأی مردم در نظام جمهوری، یعنی در نظام مردم سالار. دیدین تناقض داره، برای همین گفت، صریح گفت، گفت رأیتون خلاف اسلام باشه، یعنی خلاف رأی و نظر من که ولی فقیه هم باشه، باید تو سرتون زد. میزان اکثریت هست و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان اینه. البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد. تا گفتم این شاید مکتبی آقایون مسخره میکنن، مکتبی یعنی اسلامی، اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه. اگر متعمد باشه مرتد فطریست و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه. میدونین الان داشتم گوش میکردم فکر میکردم که واقعا نمیدونم بگم حیرت آوره، بگم عجیبه، بگم چندش آوره، نفرت انگیزه، چی بگم؟ که تا همین امروز تو همین جمهوری اسلامی خیلی ها، مخصوصا اصلاح طلبای مثلا مخالف ولایت مطلقه فقیه، استناد میکنن به همین خمینی که گفته است میزان رأی ملت است. بقیهشو نمیگن، که میگفت اگر رأی ملت خلاف رأی من باشد باید تو سر ملت زد، یعنی میزان رأی امام است. ملت رو میخواد که گوسفند باشن و او شبانی این گوسفند رو بکنه. اسلام آمده است که همه این گرفتاری هایی که در بشر هست زائل کند و همه را به راه راست و با برادری، با برابری، با خوشی اینها را ببرد، راه ببرد، همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد، همونطور که چوپان علاقه دارد که این گوسفند در یه جای خوبی چرا بکنه. درست همین تعبیری که خمینی از حکومت داره، از خودش داره و از مردم داره و اسمش رو میذاره جمهوری اسلامی، همین تعبیر و خامنه ای با یکم روشنتر تو سخنرانی همین چند روز پیشش گفت که مثلا میخواست برای انتخابات رئیس جمهورش تبلیغات بکنه، گفت رئیس
حکومت اسلامی اگر پیغمبرم باشه باز امامه به معنی پیشوا. ببینین معنی فوهرر در آلمانی به معنی رهبر که لقب هیتلر بود و معادلش در ایتالیا لقب موسولینی بود، معادلش در تشیع امامه، پیشوا. پیشوا دقیقاً معادل لقب موسولینی در ایتالیای فاشیست بود. خب اینو 46 ساله که جمهوری اسلامیشون میخواد جا بندازه، حالا نتیجهش رو عملا داریم میبینیم دیگه من این بخشش رو دیگه نمیگم. باری خامنه ای الان میشنوین میگه پیغمبرم باشه باز امامه. چرا؟ چون پیشواست، راهبر. امام به معنی پیشوا دیگه، راهبر و چوپانیست که گله رو باید هدایت بکنه. وقتی دین شد ایدئولوژی و شد حکومت، از عرصه خصوصی زندگی به عرصه عمومی به اجتماع و فرهنگ و سیاست وارد میشه، میشه این. وقتی حاکمیت اسلام به وجود آمد، روح اسلام که حالا عرض خواهم کرد تحقق واقعی پیدا خواهد کرد. روح اسلام امامت است. امامت یکی از مراتب مهم شؤون انبیاء الهی است، یعنی پیغمبران هر کدامشون یک امامند، دارای مقام امامتند. مقام امامت برای پیغمبران از مقام رسالت بالاتر است. میگه ما رسول نیستیم، به ما وحی نمیرسه که اون وحی و اون پیام الهی رو به قول خودش به مردم بگیم برسونیم. رسالت نداریم، ما امامت داریم. ما امامیم که مقاممون از رسول بالاتر است. چرا؟ اون کاری که امام راحل و ملت ایران در این برهه از زمان برای ایجاد انقلاب اسلامی انجام دادن همه برای همین است که امامت متکی بشود به حاکمیت سیاسی و این منتهی بشود به اینکه زیست اسلامی در جامعه گسترش پیدا کنه. خب یعنی چی؟ یعنی چون دین رو تبدیل کردیم به ایدئولوژی برای کسب قدرت سیاسی و بر تخت ولایت نشستیم و شدیم امام، مقاممون از مقام پیغمبر بالاتره. چون دین رو از عرصه خصوصی عرض کردم اووردیم به عرصه عمومی، اسمش هم گذاشتیم جمهوری اسلامی. حالا این امام که البته سلطنت و ولایت مادام العمر دارد، در واقعیت بریزید دور این پرت و پلاهایی که به اسم قانون مجلس خبرگان رهبریشون میگن. خبرگان رهبری میتواند، نمیدونم، هر وقت دید این بابا که الان داشت حرف میزد مثلا لایق نیست، عوضش میتونه بکنه، یکی دیگر وزیر جاش. امام حاکمه و تا آخر عمر امامه، مثل خمینی که بود، مثل خامنه ای که هست. این به معنی پیشواست، پیشوا رو که عوض نمی کنن. در فرهنگ سیاسی امروز به معنای رهبر یک نظام فاشیستی با ایدئولوژی مذهبی، این امام توصیفی که از جمهوری داره همون حرفای چوپان برای گوسفندان. همین امام جمهوری یعنی مردم دیگه، عموم مردم با شیوه اسلامی، با روش اسلامی وارد میدان بشن، که مهم این میدان مظاهر زیادی داره، مهمترین مظهرش همین انتخابات و تعیین مسئولین کشوره. وارد میدان شدن مردم، این معناش این است که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه جمهوری است، زبان دشمنان کوتاه بشه. اصل نمایش انتخابات همینه براشون که زبان دشمنان کوتاه بشه، بگن حکومت ایران مشروعیت داره، پایگاه مردمی داره.
وگرنه خب کار برای جمهوری اسلامی تو مخصوصا تو معادلات بین المللی خیلی سخت‌تر میشه دیگه. حالا همه چی به کنار، گیریم انتخابات یعنی مساوی است با، فقط انتخابات مساوی است با دموکراسی و مردم سالاری به قول اینا. شرایط خفقان و دسته های چماغکش و حذف زنان از شهروندی برابر با مردان و تبعیض مذهبی و باندهای آدم دزد قاتل روشنفکرا و ممنوعیت رسانه‌های آزاد و احزاب سیاسی مستقل و سرکوب فاشیستی تشکل‌های مدنی در تمام این سال‌ها، اینا زمینه ساز کدام جمهوری است؟ کدام مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم؟ مشارکت مردم در سرنوشت خود باید از مسیر آزادی بی حد و حصر بیان، رسانه‌های آزاد برای آگاه کردن مردم از هر ایده و نظر و نظریه‌ای، آزادی احزاب و تشکل‌های مدنی و سیاسی، برابری زنان و مردان در همه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و انتخاباتی و غیره و آزادی تبلیغات، باید از اینا بگذره تا برسه به انتخابات آزاد در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی مردم که نهایتش انتخاب رئیس جمهور مردمه. دیگه بالا سر اون امام و رهبر و خدا پیغمبر و هر کس و هر چیزی که رئیس جمهور مردم بخواد ازش دستور بگیره وجود نداره. بالا سر او هم مثل بقیه مردم فقط قانونه که خود مردم نوشتن و خوندن، نه خدا نوشته. بحث کردن مردم سرش، بحث شنیدن، تصویبش کردن، هر وقت هم بخوان عوضش میکنن. کلام مقدس نیست. غیر از این هر کی میگه جمهوری حق بازیه، حق بازی روشنه. ایران امروز تنها کشوری است در 192 کشور عضو سازمان ملل که بنا و اساسش دین سالاری است و باز خودش جمهوری معرفی میکنه. این ذات فریب در حدی است که حتی امروز که بنابر همه نظرخواهی های حکومتی و غیر حکومتی میزان اعتقاد و عمل مردم به دین و مذهب از هر زمان دیگری در ایران کمتره، باز همین رهبر فرزانه از فقدان عقلانیت در مردم ایران خوشحالی میکنه و میفرمایند که اعتقادات مذهبی کل مردم کشور است که ما رو سر پا نگه داشته، نه شمشیر آخته اسلام و شریعت و امامت تو. ایمان دینی قریب به کل مردم کشور خیلی مهمه. مردم ما واقعا مردم مؤمنی هستن. شاید در کشورهای اسلامی این هم جزء موارد نادر باشه، ممکنه از لحاظ عملکرد و ظواهر و اینها بعضی ها پایبندی درستی به شرع و شریعت و اینها نشان ندن، اما ایمان دینی و اسلامی در یک اکثریت قریب به اتفاقی در آحاد کشور وجود داره. اینا خب از اینها میشه برای پیشرفت کشور استفاده کرد. این همچنان توهم اینو داره که میشه رو دینداری مردم حساب کرد، کار کرد و مثل تمام نیم قرن گذشته گولشون زد. گذشت آن زمانی که آنسان گذشت و چقدر هزینه دادیم هممون. خودشون خوب میدونن که هیچ حکومتی نمیتوانست مثل اینا مردم رو از دین و مذهب و اسلام دور کنه. باری این مقدمه طولانی بسا کسل کننده رو گفتم تا برسم به احوال رئیس جمهورای انقلابی هم امروزی ها و هم از اول تا حالا. جمهوری مثل هر مفهوم دیگری تعریف و تعین واقعی داره. در ایران به دلایلی که عرض کردم این تعریف و تعین واقعی وجود نداره. رئیس جمهور در این نظام مقدس، نظام ولایی، نظام الهی، نظام خدایی، همه اینایی که هم خامنه ای میگه، هم مصباح میگه و هم بقیهشون میگن، رئیس جمهور فقط یه وردست پیشواست. هیچ سنخیتی با مفهوم و شأن ریاست جمهوری در تاریخ و در جهان نداره. این یکی از دلایل است که هر کس رئیس جمهوری اسلامی بشود با رئیسش که رهبر این نظام سیاسی مذهبی است دعواش میشه.
آخر دورش میره جزو غضب شدگان پیشوا. از اول یک مروری بکنیم کوتاه. ابوالحسن بنی سعد در انتخاباتی که با حضور انبوهی رسانه و ناظر غیر رسمی خارجی برگزار شد، اکثریت رو به دست آورد، شد نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران. ریاست جمهوری بنی سعد رو اگر کسایی که نبودن احیانا و به تاریخ معاصر علاقه داشته باشن میدانند که اون ریاست جمهوری محصول شرایط بی بنیاد انقلابی بود که ولی فقیه رهبرش شده بود و هیچ اهمیتی برای جمهور مردم نداشت و میخواست حکم خدا رو بر مردم اجرا کنه. بنی سعد که اول دستبوس بنیانگذار حکومت اسلامی بود، خیلی زود مخالفت خودشو با نقض آزادی بیان و زندان و شکنجه و گزارش‌های مفصل دادیم و شنیدید و دیدید فیلمش حتما، مخالفتشو به ویژه با روحانیتی که خودشو در حزب جمهوری اسلامی سازمان داده بود اعلام کرد، سخنرانی‌های مکرر داشت. خرداد 60 همون روحانیت به رهبری خمینی ریاست جمهوری رو ازش پس گرفت و قبل از اینکه بنی صدر ایران رو مخفیانه ترک کنه، چون حدود 2 ماه مخفی بود در ایران، قبل از اینکه مخفیانه ترک کنه نخست وزیرش ممدلی رجایی رو کرد رئیس جمهور خمینی، که در انتخابات پرشور فلان که 34 روز بیشتر سر کار نبود ایشون آقای رجایی، انفجار ساختمان نخست وزیری کارشو تموم کرد. حالا اون موقع نخست وزیرم بود که اگه برسیم اشاره خواهم کرد، ولی به هر حال حالا فعلا بریم جلو. غیر از اون نخستین دوره ریاست جمهوری که شورای نگهبانی وجود نداشت، در اون دوره شورای نگهبان سال 59 به وجود آمد، تأسیس شد به فرمان خمینی، شورای نگهبانی وجود نداشت و در اون دوره اولی ریاست جمهوری 96 نفر مستقل و سازمان‌های سیاسی اون موقع نامزد ریاست جمهوری شدند و از آن میان ابوالحسن بنی سعد شد رئیس جمهور اسلامی ایران. از اون به بعد تمام دوره‌های بعدی انتخابات ریاست جمهوریشون با تعیین کنندگی شورای نگهبان انجام شده که اعضاش مستقیم و غیر مستقیم منصوب رهبر بودن و هستند. 6 فقیه که مستقیم رهبر تعیینشون میکنه، 6 تا از این آخوندهایی که داریم میبینین این دوره اوله، 6 حقوقدان که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه که اونم رهبر تعیین میکنه تعیین میشن. این نهاد انتصابی رهبر انتخابات رو برگزار میکنه، سازوکار انتخابات دستشه در واقع. حالا برگزاری بیان بگن که آقا نه ما برگزار نمیکنیم، وزارت کشور برگزار میکنه، همه چیز انتخابات دستشه. انتخابات مهندسی میکنه به بیان ساده، یعنی از بای بسم الله به قول علمای خودشون انتخابی بودن کنار گذاشته شده. 12 نفر میاره میذاره میگه تو تعیین کن، البته با مشورت من دیگه، میدونید که چیزی از نظر ایشون نباید پنهان باشه طبیعتاً. خب نتیجه کار این نهاد انتصابی یعنی این مهندسی از همون اول تشکیل شورای نگهبان روشن بود. تو همه انتخابات تا سال 76 که خاتمی رئیس جمهورشون شد، غیر از کسی که قرار بود رئیس جمهور بشه، تعداد رأی بقیه اصلا قابل اعتنا نبود، یعنی بقیه فقط برای پر کردن صحنه نمایش بودن. الان هم که داریم میبینیم دومین دوره انتخاباتشون 2 مرداد 60، از 71 داوطلب 4 نفر رو شورای نگهبان تایید کرد: علی اکبر پرورش، عباس شیبانی، حبیب الله عسکرولادی و ممدلی رجایی که قرار بود رئیس جمهور بشه و شد. سومین انتخابات ریاست جمهوری مهر 1360، 46 نفر ثبت نام کردن، 4 نفر تایید شدن: علی اکبر پرورش، حسن غفوری فر، رضا زوارعی و علی خامنه‌ای که قرار بود رئیس جمهور بشه و شد. 4مین انتخابات ریاست جمهوری مرداد 64، 3 نفر تایید صلاحیت شدن: محمود کاشانی، حبیب الله عسکرولادی و علی خامنه‌ای که قرار بود رئیس جمهور بشه و شد. اختلاف رهبر و رئیس جمهورش فقط از دوره 34 روزه رجایی اگر بگذاریم، چون در اون دوره چیزی گزارش نشده که رجایی با خمینی
اختلافی هم داشت فلان. حالا بجز اون 34 روز و بعد از اون 34 روز تا امروز همیشه دعوای ذاتی نظام مقدس بوده است. اختلاف خامنه‌ای رئیس جمهور وقت با پیشوای وقت خمینی رو برای نمونه عرض کنم. درباره سلمان رشدی 25 بهمن 67 خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رمان نویس برجسته هندی تبار تبعی انگلیس رو صادر کرد. سه روز بعد نماز جمعه بود 28 بهمن 67 خامنه ای که رئیس جمهور بود خطیب جمعه بود، تو نماز جمعه گفت سلمان رشدی یعنی نویسنده کتاب آیات شیطانی ممکن است که توبه کند، کتاب بنویسد، غلط کردم بگوید، از مسلمان های دنیا، از امام امت عذر خواهی کند، بگوید اشتباه کردم، کتاب مال من نیست، که البته در این صورت ممکن است مردم گناه او را ببخشند. خمینی برآشفت، پیشوا غلط میکنی رو حرف من. دفتر خمینی فرداش کمتر از 24 ساعت بعد اعلامیه داد 29 بهمن 67. رسانه های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولان نظام جمهوری اسلامی نسبت می دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند حکم اعدام درباره او لغو می گردد. این موضوع 100% تکذیب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی هم و غم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند. این موضوع 100% تکذیب میگرد. من هم البته اینم بگم تو پرانتز، من هم با فعل میشود اینا چشونه، این فعل میگردد قلابیه میگرد، از بس دنبال چیزای قلابیان و فعل قلابیه میگردد و هی میتپونن به جای فعل میشود، لغو میگردد، تکذیب میگردد، زاهد زمان هم گردد، به درک واصل گرداند. ببینید این اظهار نظر خامنه‌ای رئیس جمهور وقت باعث یه همچین تو دهنی میشه از طرف رهبر وقت که تازه اون خمینی بود با تقدسی که ازش ساخته بودن مثل امام معصوم، اما باز رئیس جمهورش میخوام بگم. ببینید تصور کسی که میشه رئیس جمهور برای این دعواش هم میشه، برای اینکه تصورش از حکومت اینه که من فرد دوم مملکت هم دیگه، رئیس جمهورش با تصور این به خودش اجازه میده حداقل حکم رهبر رو تفسیر کنه. به قوم نتیجهش هم دید واقعا طوری که تا خمینی زنده بود جرأت هیچ ارزندامی نداشت کاری نبود آخه. یعنی یک رئیس دولت بیخاصیتی که فقط مجوزها و احکام خمینی رو اجرا میکرد، هر وقت هم با نخست وزیرش میرحسین موسوی دعواش میشد، اونجا دعوا بین این دوتا بود که اصلا به این دلیل از سال 68 نخست وزیر رو حذف کردن، هر وقت دعواش میشد معمولا خمینی جانب موسوی رو میگرفت، بارها خواست موسوی رو برداره، خمینی نذاشت، از نخست وزیری خمینی نذاشت، رئیس جمهور خامنه ای بود، موسوی نخست وزیر بود، دعوا هم داشتن. خب بدیهی هم هست، نمیشه نظام شطور گاف پلنگ. باری پنجمین دور انتخابات ریاست جمهوریشون مرداد 68 79 نامزد، صلاحیت فقط دو نفر تأیید شد، عباس شیبانی و هاشمی رفسنجانی. هاشمی رفسنجانی قرار بود رئیس جمهور بشه و شد، خب همین دو نفر بود. بعد ششمین دوره خرداد 72 127 نفر نامزد شدن، 4 نفر شورای نگهبانشون تایید صلاحیت فرمودن، عبدالله جاسپی، رجب علی طائری، احمد توکلی، هاشمی رفسنجانی که قرار بود رئیس جمهور بشه و شد. اکبر هاشمی رفسنجانی خب
درباره انتخابات ریاست جمهوریش میگه برای گرم کردن انتخابات خودمون برای خودمون رقیب درست کردیم. در خاطرات ایشون که دم بچه های حافظه تاریخی گرم که اینو گشتن بیرون و منتشر کردن در شبکه های اجتماعی، سه شنبه 14 اردیبهشت 72 با دکتر عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که نوچه خود هاشمی رفسنجانی بوده است صحبت شد که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود تا صحنه بی‌رقیب نباشد. دیر وقت به خانه رسیدم، عفتم که از جلسه مراسم تقدیر معلمان نمونه آمده بود کلی تعریف کرد. آقای عبدالله نوری وزیر کشور هم تلفنی از خالی بودن صحنه از رقابت در انتخابات اظهار نگرانی کرد که گفتم قرار شده فردا دکتر جاسپی اسم بنویسد. قرار شده، خب فرداش، ببخشید، چند روز بعد، جمعه 21 خرداد 1372، اگه میتونیم یه بار دیگه نشون بدیم همینی که الان نشون دادیم. ظهر بستگان مهمان ما بودن، عفت ولیمه حج مهدی و فرشته را میداد. مقداری از وقت را به تماشای برنامه های تلویزیون برای گزارش انتخابات گذراندم. مرتبا با ستاد انتخابات وزارت کشور و هیئت اجرایی تماس داشتم. برخلاف همه انتخابات های گذشته، این بار برای گرمتر شدن انتخابات به دست خودمان رقیب درست کرده بودیم. به نظر میرسد مقدار زیادی از آرای من دست میرود، گرچه محتمل است برای جو رقابت رای دهنده بیشتری داشته باشیم که همین جزء اهدافمان بوده است.